سلام و درود به همه دوستان عزیز. خوش آمدید به Learn with باران. من باران هستم و این 37th جلسه از آموزش زبان ترکی استانبولی با کتاب استانبول سطح آبیر هست. اگه تازه به جمع ما پیوستید، همین الان با لینکی که در بالای صفحه قرار داره میتونید از اولین جلسه این کتاب با من همراه باشید. همینطور دوستانی که سطح آبیر رو به پایان رسوندن میتونن با لینک بالای صفحه کتاب استانبول سطح A2 رو از همین کانال دنبال کنن. در این کانال میتونید هر شنبه ساعت 9 صبح با جلسه جدید از کتاب استانبول سطح آبیر و هر پنجشنبه ساعت 9 صبح با جلسه جدید از کتاب استانبول A2 آموزش خودتون رو ادامه بدید. فراموش نکنید که این کانال رو سابسکرایب و مشترک شید، زنگوله کنار اشتراک رو روشن کنید تا همیشه جزو اولین کسانی باشید که ویدیوهای من رو خواهید دید. ویدیوها رو لایک کنید، نظر و پیشنهادات خودتون رو با من در میون بذارید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. میریم و درس امروزمون رو با هم شروع میکنیم. امروز قراره یاد بگیریم که به چه صورت از کلمه خود استفاده کنیم. خود به معنی کندی. کندی به اضافه ایلیک اکی رو بهتون توضیح دادم توی جلسات گذشته، جلسه 31. ایلیک اکی یعنی پسوندهای مالکیت. خب به چه صورت هست؟ ببینید، من کندیم یعنی خودم. سن تو کندی نه. خب خودت، خودم، خودت، حالا او کندی سی، خودش. پس کندی سی. و همینطور برای بیز، سیز و اونلار کندی به معنی خود، کندی میز خودمون، کندی نیز خودشون، کندی لری. برای اونها. خب پس به این صورت با اضافه کردن پسوندهای مالکیت به کندی میتونیم از خودم، خودت، خودش، خودمان، خودتان، خودشان استفاده کنیم. ببینید یک مثال رو اینجا من می نویسم. اودولریمه هایر اودویمه بن کندیم یابتم. خب پس تکلیفامو من خودم انجام دادم. کاربرده خود، خودم انجام دادم. بریم و با هم چند تا مثال رو راجع به این مبحث انجام بدیم. اصلی به معنای
او میشه سوم شخص اصله. کندی پس او وقتی هست کندی سی. خب عربا آلیور کندی سی نه برای خودش میخواد چی اضافه کنه به انتها؟ میخواد به انتها اضافه کنه. و یاد گرفتیم که وقتی که ای یا آ د یا دا دن یا دا یا ای میخواییم اضافه کنیم با اضافه کردن نه به وسط اونها بعد از حرف صدادار این کار رو انجام میدیم. کند سینه یعنی برای خودش عربا آلیور. سن سن حالا اینجا سن کندین. اوکولا گیده بیلیر میسین. تو خودت به مدرسه میتونی بری؟ گیده بیلیر میسین میتونی بری؟ چجون؟ آیا کابلارینه کندی بالیور؟ بالیور یعنی میبنده از بالا میاد. خب بند کفششو میخواد بگه کندی سی. چجوم یعنی اون. بالیور بستن. بیز کندی بیز. کندی اینجا بهش پرداختیم. بیز کندی میز. گزل بیر تاتلی سیپارش ادیوروز. خب برای خودمون یک شیرینی خوشمزه سفارش میدیم. کندی بشلوک ای باک. کندینه یکی از جملاتی که خیلی هم پرکاربرده. مراقب خودت باش. کندینه ای باک. به این صورت این رو مثال ها رو انجام دادیم. خب همینطور اینجا مطلب دیگه ای رو داریم که با هپ هست. هپ به اضافه ایلیک اکی. خب هپ یعنی همه. این رو به چه صورت می نویسیم؟ بیز سیز اونلار. خب بیز هپ خب بیز هپی میز. بیز هپی میز. سیز هپی نیز. هپی میز هپی نیز. اونلار هپسی هپسی همه اونها. خب این برای حالت مثبت هست. اینجا من یک نکته رو هم بنویسم که نکته و نوتی که اینجا هست نگاتیو یعنی منفیشو اگه بخوایم بنویسیم نگاتیو چه خواهد شد؟ هیچ بیر اولور. پس برای نگاتیو هیچ بیر هیچ بیره اولور.
من اینجا اینو هایلایتش کنم. پس هپ همه، هیچ دیگه برعکس اون هست. حالا اینجا برای بیز سیز اونلار هیچ بیر هیچ بیر هیچ بیر هیچ بیری میز هیچ بیری میز هیچ بیری نیز هیچ بیری و همینطور هیچ بیری سی میتونیم به هر دو صورت بنویسیم. خب پس متوجه شدیم، خودم کندیم، خودش کندین، کندیسی، خودمان خودشان، خودتان خودشان، کندیمیز، کندینیز، کندیلار، کندیلری. خب هپ، هپی میز، هپی نیز، هپسی. هیچ بیر، هیچ بیری میز، هیچ بیری نیز، هیچ بیری یادا هیچ بیری سی. چند تا مثال رو با هم ببینیم که به چه صورت هست کاربرد اینها. اورنک هپی میز، هپی میز سنفتایز، هممون توی کلاسیم. همینطور هپی نیز تورچه اورنیور سونوز، اورنیور سونوز. پس هپی نیز همتون تورچه یاد خواهید گرفت، اورنیور سون یاد میگیرید. مثال بعدی کتاب لارن هپسی ماسادا. هپسی یعنی همه کتاب ها روی میزه. اورنجیلر اورنجیلرین هپسی کانتندا. خب همه دانش آموزان توی بوفه هستن، کانتندا. همینجور که میبینید هپی میز، هپی نیز، هپسی، هپسی. خب مثال های بیشتری رو ببینیم. بیز هپ استانبول دا یا شی و روز. دقت کنید وقتی بیز میگه هپی میز، بیز هپی میز. سیز برای سیز چه کاری انجام میدیم؟ اینجا داریمش، هپی نیز. سیز هپی نیز چوک چالیشکان سنیز، همتون خیلی پرکارین. میولر هپ چوک سویورم. خب میولرین هپسی نه
این مالکیت داره اشاره میکنه به میوه ها. همه میوه ها رو خیلی دوست دارم. و همینطور کتابلار هپ او کدوم کتابلارن هپ سینه او کدوم همینطور هیچ بیریمیز آنکارادا یا شام یا روز هیچ کدوممون توی آنکارا زندگی نمی کنیم. هیچ بیریمیز تمبل دیل سینیز بیریز ببخشید هیچ بیرینیز تمبل دیل سینیز هیچ کدومتون تمبل نیستید. میولرین هیچ بیرینه سو میورم. جمله های منفی اینجا وقتی میگه میولرینه هپسینه چوک سویورم اینجا میگه میولرینه هیچ بیرینه سو میورم هیچ کدومشو دوست ندارم. همینطور میتونیم بگیم هیچ بیریسینه سو میورم. و به این صورت میتونیم این اینها رو تکرار رو تمرین کنیم. و اما میپردازیم به حال یا همون دروم اکلری وضعیت دروم اکلری پسوند هایی که برای در اسم ها اضافه میشن. اینها رو تا الان یاد گرفتیم ولی باز هم میپردازیم که کاملتر راجع بهشون یاد بگیریم. اولین حالت مربوط به نسنه هست. یعنی چی؟ یعنی یک هدف مشخص. مثل چی؟ مثل اف. مثل اف. خب اف یک اسمه. جالبه که من خب نسنه به صورت گنل اولاراک ما این حالت رو داریم. اسم یک چیزی رو وقتی اسم یک چیزی رو میگیم حالت اول اون رو به صورت هدف میگیم. او خانه هدفمون یعنی اسم بردنه. فقط اسم اون رو میگیم. دومین حالت بلون ما اکی هست. پسوند بلون ما یعنی داشتن. وار بلون ما اکی همون وار هست که با چی مشخص می شد؟ بله کاملا درسته با پسوند دا. خب بلون ما اکی با پسوند دا مشخص می شد. حالا اگه بخوام باز این اسم همون خونه رو با این پسوند بنویسم میشه. باز هم برگردیم به اون تصویرهایی که جلسه قبل گفتیم. الان این شخصی که راجع بهش حرف می زنیم او د در خانه. د به معنی در. بلون ما اکی او ده. سومین حالت
سومین وضعیت اوزاک لاشما، اوزاک لاشما یا آیرل ما. آیرل ما یعنی جدا شدن، اوزاک لاشما دور شدن، یا حتی چیکما خارج شدن. این پسوند به چه صورت بود؟ بله، به صورت دان. دان پسوند دور شدن به معنی از هست. خب باز هم با توجه به این خونه اگه بخوایم بگیم، به این معنی هست که این تصویر زیبای ما داره دور میشه، داره به این سمت حرکت میکنه. پس اوزاکلاشما یا دور شدن، این هم یکی از پسوندا هست. چهارمین حالت، چهارمین حالت یا کلاشما، حالا برعکس اوزاکلاشما، اوزاک که رو جا انداختم، اوزاکلاشما یا کلاشما هست، یا نزدیک شدن، یونل م. خب اینجا به چه صورت هست؟ بله کاملا درسته. اینجا این آدمک ما داره به سمت خونه یا هدفمون، نسنمون که خونه بود، داره نزدیک میشه. به چه صورت نشون میدادیم؟ با پسوند آ یا ا که اون هم قوانینش رو کاملا قبلا توضیح دادیم. خب حالت بعدی بلیرت م. بلیرت م یعنی مشخص یا گسترمه، نشان دادن، اشارتتمه. ببخشید توی دوربین نبود. اشارت اتمه اکی. خب پسوندی هست که برای اشاره کردن، نشون دادن، وقتی یک هدف مشخصی رو میخوایم نشون بدیم از این پسوندها استفاده میکنیم. اگه بخوام بازم با همون خونه به شما نشون بدم چه اتفاقی میفته؟ بله دقیقا این فرد به سمت یک جای مشخص، وقتی داره از یک جای مشخص حالا چه صحبت میکنه، چه میره، چه میخواد راجبش بیان کنه، با این پسوندها. چه پسوندهایی؟ ای ا او او. با این پسوندها و در صورت اینکه آخرین حرف صدادار باشه، با یک رنگ متفاوت تری، اگر صدادار باشه با قرار دادن یه قبل از اون، بلیرتمه رو انجام میدیم. بلیرتمه کارش چیه؟ من بلیرتلی نس نه، یعنی چی؟ یعنی هدف مشخص، هدف مشخص. اینجا گفتیم که اف میشه اف ده، اینجا میشه اف دن. اف دن اینجا آ میشه اوه.
و حالا اینجا اوی داره از یک جای مشخص صحبت میکنه. اوی دونیوروم یعنی از یه خونه مشخصی که دو طرف نسبت بهش آگاهی دارن صحبت میکنه. وقتی که یک چیز مشخص هست با این پسوندها اون اسم رو کامل میکنیم. ببینید مثال های بیشتری رو. کالم، خب اینجا کالم می، چرا ای داره؟ چرا کلمی میگیم؟ چون داره راجع به یک قلمه یا همون مداد مشخص صحبت میکنه. کدی، من چند تا مثال رو بنویسم. که با هم بیشتر ببینید کلم، کلمی داره راجع به یک قلمه مشخص صحبت میکنه. کدی ای هست، گفتیم وقتی حرف صدادار باشه یک دونه یه میذاریم، کدی، و چون حرف صدادار هون ای هست کدی یی. ماسا حرف صدادار هست، ماسا یه ای. اینجا از این پسوند ای اضافه میکنیم. کتاب، اینها همه چیزهای مشخص شده ای هست که وقتی صحبت میکنیم طرف مقابلمون نسبت به اون آگاهی داره. پس بر این اساس اینجا پسوندها رو اضافه میکنیم. کتاب، کتا، پ تبدیل به ب میشه، کتا ب، کتاب، کتابه، از کلماتی هست که تغییر میکنه وقتی بهش پسوندی اضافه میشه. اکول، اکول او داره، پس میشه اکولو. اتوبوس، اتوبوس او داره، اتوبوسو. اتو، اتو، میدونید که معنیش چی هست، همون اتو، اتویو. و شارکجه، شارکجه یه، شارکجی یه. این هم داره راجع به یک خواننده مشخص صحبت میکنه و وقتی به این صورت هست به این صورت هست اون رو بهش یه اضافه میکنیم. خب یکم بیشتر توضیح بخوایم بدیم، مثالای بیشتری بخوام بگم. مثلا چجوری استفاده میشه؟ بن اف آلیورم، من خونه میخرم. خب این خونه خریدن یک چیزی هست که اف رو به صورت کامل مینویسیم. حالا به صورت گنل اف مینویسیم. حالا میخوام بگم بن بو اوی آلیوروم. ببینید چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد داره راجع به یک خونه مشخص، بو اوی، نمیگیم بو او، بو اوی این خونه رو. پس وقتی که راجع به یک جای مشخص صحبت میکنیم، اینجا
من بگم اوزل اوزل شی کنوشما که چین بو اکلره کلانیوروز. پس وقتی که میخوایم از یه جای خاص صحبت کنیم این اتفاق میفته. یا بن کلم استیارم، من مداد میخوام. تا اینجاش مشکلی نداریم. اینجا برای ما چی هست؟ نسه و یا همون گنل هست. به صورت نرمال اینو استفاده میکنیم. ولی وقتی که گفته میشه بن شو کاله می استیوروم، وقتی داره به یک قلمی اشاره میکنه، وقتی میگه شو کلم استیوروم، پس اینجا بهش پسونده ای اضافه میشه. چرا؟ چون اوزل هست، خاص هست. برای این خاص بودنش باید بهش اضافه کنیم. مثال های بیشتری رو با هم ببینیم. بن بن کتاب اوکویوروم، بن کتاب اوکویوروم. حالا میخوام بگم بن بو کتاب اوکویوروم. پس دقت کنید که به چه صورت هست. وقتی داره از یک جای از یک چیز خاص صحبت میکنه، یه چیزی که شما میدونین چی هست و بلیرتسیز بلیرتسیز نسه نسنه بلیرتسیز. اینجا چی هست؟ بلیرتی لین نسنه. پس هدف وقتی که مشخصه با این پسوند، وقتی که نامشخصه با این پسوند. ببینیم یه مثال دیگه. بیز چیکولاتا سویوروز. بیز سوتلو سوتلو چیکولات تا یه. ببینید باز هم اوزل شد سویوروز. چه اتفاقی افتاد؟ اینجا هم وقتی میگه سوتلو یعنی داره اون رو خاص میکنه. وقتی که خاص میشه پس باید بهش این پسوند رو اضافه کنیم. دقیقا شکلاتی که همه شکلات ها رو نمیخواد، اون که با شیر هست، اون رو داره راجع بهش صحبت میکنه. پس به این صورت دقت میکنیم. ببینیم بعدی رو. دون آنمه کازاک آلدک. دون آنمه بو کازا. اینجا که طبق معمول تبدیل میشه به یوموشاگه. ببخشید. کازای
آلدک. همین جور که میبینید باز هم چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این کازاک چی بود؟ بلیرتسیز و این کازا بلیرتلی. گلجک هفتا آرکاداش لریمه زیارت ادیوروم. ببینید دوستامو میبینم، داره به یک گروه خاصی اشاره میکنه که شناخته شدن برای شما، پس اینجا ارو اضافه میکنیم. پس بلیرتمه و یا شناخته شده اگه باشه اون رو بهش این پسوند رو خواهیم داد. بن بو اویون جویو. این یو از کجا میاد؟ بله اویون جو این چوک سپینیوروم. پس اینجا هم همینجور که میدونید بو اویون جویو این بازیگر رو، پس وقتی داره به شخص خاصی اشاره میکنه باید بهش این پسوند رو اضافه کنیم. آیشه آیل سی نی چوک ازلیور. ازلیور دلتنگ میشه. پس آیشه آیل سی نی داره به یک جای خاص اشاره میکنه، به یک شخص خاص اشاره میکنه، به یک گروه خاص اشاره میکنه، پس بهش باید این پسوند رو اضافه کنیم. ماناودان. ماناودان میوه فروشی، از میوه فروشی الما دوما تس و سون آلیور. خب ببینید الما دوماتس و سون آلیور، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ به هیچ کدوم از اینها این پسوند رو اضافه نمی کنیم. چرا؟ چون به چیز خاصی اشاره نمی کنه. اگه می گفت این سیب یا این یا اون یا به صورت مجزا چیزی رو می خواست توضیح بده اون موقع بهش اضافه می کردیم. خب بریم و نکته ای رو راجع به این به مطلبمون اضافه کنیم و اون هم این هست که نه زمان بلیرتمه حال اکینی کلانیو روز. خب یک چه زمانی استفاده میکنیم؟ اولین جایی که بهش میپردازیم اوزل بیر نسنه ایسه. ایسه به معنای اگر. اگر یک
چیز مشخصی داریم راجع بهش حرف میزنیم. این خونه، این سیب، این بازیگر، وقتی داریم به یه چیز مشخصی اضافه صحبت میکنیم بهش اضافه میشه. یعنی چی؟ یعنی این که گلن گنل دیل، همینطور بیلدیمی بیر نسنه. پس چیزی هست که میدونیمش، میشناسیمش، یک چیز مشخص هست. عربا یکیورم. خب وقتی این جمله گفته میشه داره راجع به یک عربای یک ماشین مشخص صحبت میکنه. وقتی میخواد بشوردش، عربای یکیورم. پس وقتی که ازل و خاص هست و میشناسیمش، این پسوند رو اضافه میکنیم. اف تمیز لیوروم، خونه رو تمیز میکنم. اوی، چون که داریم راجع به یه جای مشخص صحبت میکنیم. دومین حالت چه موقعیتی هست که استفاده میکنیم؟ نسنه اوزر ایسیم ایسه. پس اگر نسنه یا همون هدفمون یک اسم خاص باشه، خب ببینید با مثال بیز آیشه. فکر کنم با این درس خیلی از ابهاماتی رو که در مورد این پسوندها داشتید رو کاملا داره از بین میبره. بیز آیشه بکلی و روز، ما منتظر آیشه ایم. وقتی داره راجع به یک اسم مشخص هم صحبت میکنه، اینجا گفتیم اسم افراد هم، اوزل اسم، اسم خاص هم بهش این پسوند اضافه خواهد شد. آیشه یی، حرف صدادار یه میذاریم و ای، آیشه یی بکلی و روز. همینطور استانبول گزیوروز و یا گزیور. اینجا باز هم داره راجع به یک شهر اسم خاص هست، یک شهر صحبت میکنه، پس حتما بهش این پسوند رو اضافه خواهیم کرد. او استانبول و گزیور، استانبول رو میچرخه، میگرده. ترکیه چوک سویور. اینجا چه اتفاقی میفته؟ کاملا درسته، اسم خاصه ترکیه‌ای، ترکیه‌ای چوک سویور، ترکیه رو خیلی دوست داره. میریم به سومین حالت و سومین جایی که استفاده میشه از این پسوندها. سومین جا نسنه زمیر ایسه. ایسه یعنی اگر زمیر بشه چه اتفاقی میفته؟ سن سویورم. خب اینجا نسنمون کیه؟ راجب کی داره حرف میزنه؟ راجب تو. وقتی تو ضمیر باشه
حتما باید بهش ای اضافه کنیم. سنی سوی و روم. سنی سوی و روم. مثال بعدی اون نو. او میدونیم، یاد گرفتیم که وقتی میخوایم او اضافه کنیم این رو هم اضافه میکنیم. اونو بکلی و روز. اونو بکلی و روز. همینطور اونلار چوک از لویوروم. دلم براشون خیلی تنگ میشه. پس بن، سن، او، بیز، سیز، اونلار. اینها هم وقتی میخوایم استفاده کنیم و وقتی توی جملمون اونها میشن نسنه، یعنی جمله با اونها تکمیل خواهد شد، در اون صورت باید بهشون این پسوند رو اضافه کنیم. اونلار، اونلاره. اونلاره چوک ازلیوروم. و چهارمین جایی که استفاده میشه در کجا هست؟ وقتی که نسنه تام لاما و یا ایلیک اکی آلمیش ایسه. یعنی چی؟ یعنی اگر پسوند مالکیت باشه، مالکیت رو بگیره در چه حالت؟ ببینید آنم بشلوک از لویوروم. اینجا آنم مامانمو از لویوروم. دلم براش تنگ میشه. آنمی، آنمی از لویوروم. نسله تام لاما و یا ایلیک اکی آلمش ایسه. پس وقتی که به اسم افراد و همینطور کامل کننده جملمون اگه بخواد اضافه بشه، تام لاما یعنی تبعی از این باشه و یا پسوند اکی بهش، یلیک اکی بهش اضافه خواهد شد. دایسه زیارت ادیور. دایسه یاد گرفتیم که وقتی حرف صدادار بود دایسینه. دایسینه زیارت ادیور. الیف عربا ن عربا برادا برا یا پارک ات. خب عربا اینجا وقتی میخوایم بهش اضافه کنیم چه اتفاقی میفته؟ حرف صداداره عربانا، ببخشید عربانه، ماشینشو اینجا پارک کرده. بیزیم
بیزیم دکتر بشلوک چوک بینیور لار بینمک یعنی خوش آمدن خوشش میاد دکترو موزو. ببینید این اون دکترون بیزیم دکتر دکترو موزو چوک بینیولر از دکتر ما خیلی خوششون میاد. و همینطور چه زمانی استفاده میشه؟ پنجمین حالت چه وقتیه؟ وقتی که نسنه اشارت صفت آلمیش سا. خب پس اگر ضمیر اشاره در نقش صفت باشه و قبل از مفعول مثل باشه کاری که انجام میشه بو شو او هنگی بعضی. خب حالا ببینیم به چه صورت هست. بو شارک سویور موسون. خب بو ضمیر اشاره هست، نسنه اشارت صفته آلمیشسا. پس وقتی که داره به یه چیزی اشاره میکنه بو شارکه ا هست شارکه ی بو شارکیه سویور موسون داره به یک چیز خاصی اشاره میکنه. در نتیجه اینجا شارکه بهش این پسوند رو اضافه میکنیم. هنگی یمک چوک بینیور چه غذایی رو خیلی دوست داره. چه اتفاقی میفته؟ بعد از هنگی اینجا بهش اشاره شده، اینها اگه باشن یمک که تبدیل به یوموشاگه میشه یمی هنگی یمی چوک بینیور چه غذایی رو خیلی دوست داره. او البیسه آلماک استیور روم. خب او همینجور که میبینید ضمیر اشاره هست، داره اشاره میکنه اون البسه، اون لباس خاص رو داره میگه. البسهی او البسهی آلماک استیوروم، اون لباس رو میخوام بخرم. بعضی انسان لار هیچ آنلا میوروم، بعضی آدم ها رو اصلا نمی فهممشون. بعد از بعضی انسان لره
بعضی آدم ها رو هیچ آنلا میارم، نمیفهممشون. همینطور به عنوان ششمین جایی که زمانی که استفاده میشه نسنه ایله یوکلم آراسیندا به چه صورت؟ اینجا هم در کل همون مطلب کلی رو که توضیح دادیم، حالا داریم جاهای مختلفی رو که قرار میگیره رو به صورت تک تک و مجزا میگیم. همشون دارن به همون یک مورد خاص اشاره میکنن که چیزهای عزل و خاص رو باید بهشون این پسوند رو اضافه کنیم. و حالا این پسوند رو وقتی اضافه میکنیم نشانه هایی هم داره. قبلش باید بو شو باشه، اون میتونه خاصش کنه. میتونه با یوکلم یا همون مسند باشه. مارکت تن، مارکت تن اکمک آلیورم، آلیور. خب از مارکت نون میگیرم. حالا اکمک مارکت تن آلیور. حالا اگه بخواد بگه اکمک، اگه بخوایم جابجا کنیم و به این صورت بگیم چه اتفاقی میفته؟ اولا که تبدیل به یوموشاگه میشه. اکمی مارکت تن آلیور. خب میبینید که چه اتفاقی میفته؟ اکمی مارکت تن آلیور. زینب پارک تا کتاب اوکویور. خب همینجور که میبینید اینجا این نقشه یوکلم رو ایفا میکنه، این نقشه نسنه. اینجا نسنه کتاب هست و یوکلم اوکویور. چه اتفاقی میفته؟ زینب کتاب پارک تا اوکویور. یوکلم که به همون صورت خواهد موند. اینجا کتاب وقتی که بیاد قبل از پارک تا قرار بگیره، اتفاقی که براش میفته پ تبدیل به ب میشه. کتاب زینب کتاب پارک تا اوکویور. اون کتاب خاص رو در پارک میخونه. خب پس این اینجوریه که زینب در پارک کتاب میخواند. این یه کتابیه، ولی زینب کتاب پارک تا اوکویور اینجا یه کتاب مشخص هست که میدونیم و راجع بهش داره صحبت میکنه. وقتی مشخصه بیز او دون تمیز لدیک، ما او خالی نمیتونه بیاد. چرا؟ چون داره راجع به یه جای مشخص صحبت میکنه. بیز اوی
دیروز تمیز کردیم خونه رو، دیروز تمیز کردیم. پس توجه کنید که هر جا که اسم ما خاص میشه و حالا به هر دلیلی طبق توضیحاتی که دادیم چه میخواد این اسم خاصمون، اوزل بیر نسنه ایسه، چه نسنه اوزل اسم ایسه، چه اگر نسنه زمیر ایسه، نسله تاملاما و یا ایلیک اکی آلمیش ایسه و نسنه اشارت صفتی آلمیشسا، نسنه ایله یوکلم آراسیندا باشه، در همه این حالتها اتفاقی میفته به اسم ما، پسوندهایی رو که بهش اشاره کردیم رو اضافه میکنیم. آ ای ا او او پسوندهای این مبحث هستن. دوستان عزیزم، ویدئوی امروز خیلی طولانی شد، درسمون رو همینجا به پایان میرسونیم. منتظر باشید جلسه آینده با توضیحات کاملتر و بیشتر این مبحث رو به صورت کامل به شما آموزش خواهم داد. فراموش نکنید که این کانال رو سابسکرایب و مشترک شید، با دوستاتون به اشتراک بذارید، زنگوله کنار اشتراک رو روشن کنید تا همیشه جزو اولین کسانی باشید که به ویدیوهای من دسترسی داره. لایک کنید، نظر و پیشنهادات خودتون رو با من در میون بذارید. هر شنبه ساعت 9 صبح با ویدیو جدید از کتاب استانبول سطح آبیر و هر پنجشنبه ساعت 9 صبح با ویدیو جدید از کتاب استانبول سطح آیکی میتونید در این کانال آموزش خودتون رو ادامه بدید. تا جلسه آینده، روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. گروش مکزره.